راستی والا هنو باشه مراشای رد یعقوب هشمعت قول قوانین تولید صدا، صدایی که حالا محضون با آهنگ و موسیقی هست، عروض شعبات آسوره که تولید کنه صدا رو با ابزار موسیقی در عروض شعبات، مبادا که بیاد اون وسیله ابزاره رو حالا ایرادی پیدا کرد یا تعمیرش بکنه، درستش بکنه. و نه فقط با وسایل ابزار موسیقی، بلکه حتی با دستش، مثلا که با دستش روی میز حالت ضرب بگیره، یا یعنی که دست زدن معمولی در جایی که حالا هدف شادی و شیرا خوندن آسوره. ولی آسرو و آسو نکردم مگر با صدایی که حالا اون موزون آلت آهنگ و موسیقی هست و شیرا خوندن. و صد البته که آسوره که از ابزار و وسایل موسیقی که به وسیله برق یا باتری کار میکنه در روز شبات استفاده بکنه. مجازه که دست به هم بزنه در روز شبات، دست بزنه به خاطر که فردی که مثلا به خواب رفتار از خوابش بیدار بکنه، چون که این دریغه آهنگ و موسیقی نیست و ممنوعیت و ایسوری در روز شبات شامل حالش نمیشه. با وجود اینکه هر تولید صدایی که حالت آهنگ و موسیقی نداره مجاز در شبات، مزالک کسی که به عنوان مثلا نگهبان باقی هست و میره که پرنده ها سراغ مثلا میوه اومدن، مجازیست که دست بزنه به هم دیگه به خاطر که پرنده ها فراری بده. چرا؟ اینجا که حالا آهنگ و موسیقی نیست آسوره، به خاطر که میترسیم مبادا حالا با دست دادن پرنده ممکن نره بیاد سنگی چیزی رو برداره پرت کنه اون رو، حالا سنگ هم مفسه حساب میشه هم پرت کردن، اگر به هم بود از رشود یخید به معبر آن پرت بشه. باز اینا ایسورای شبا داره و میخواد اگه میخواد مثلا پرنده ها رو بپرنه باید به سمتشون بوده یا به شکل دیگه مثل مترسک درست کردن اینا که از قبل از شبات اون کارا رو انجام بده. مجازیست که در روز شبات روی میز بزنه، حالا چه با دستش که حالت زر بگیره یا با قاشق و چنگالی، بعد که حالت موسیقی و آهنگین داره، اما مجازه که مثلا روی میز بکوبه یا روی ظرف شیشه‌ای به خاطر که ساکت کنه جماعت رو یا افرادی که اونجا هستن، بعدی که به صورت آهنگین و موسیقی نمیزنه. بنابراین مجازی که آدم اومده شبات پشت در خونه در بزنه به خاطر که بیان در رو براش باز بکنن. نیسوهای بزرگیست که باطل بکنن، چیزی که بعضی ها رأس دارن که با دست یا با مثلا قاشق چنگاری یه دیگی میزنن یا حالت ضرب میگیرن که حالت آهنگ و موسیقیه، حتی اگه سودای آتان و کلا باشه جای سبکگیری نداره. بعد که دیگه حالا آهنگ زدن اون جمع مجاز نیست، حتی برای شادی آتان کلا یا بیت میلاد روز شعبات برانا نمیتونه مثلا زر بیاره، تنبکی بزنه، ضربی بزنه، یا حتی بگه حالا رو میز میزنم یا دیگی بیاره رو اون بزنه، همه اینا ممنوعیت پیدا میکنه. چیزی که رسمه که دست میزنن بعد از که فرد اومده سخنرانی کرده در روز شهادت، بچه بیاد دیبره تورا میگه، برای تشویقش دست میزنن، این چون جنبه آهنگ و موسیقی هدفشون نیست، ممنوعیت و ایسوری نداره. دست زدنی که حالا همراه با بحث شادی هست به صورت معمول نمیتونه دست بزنه، مبادا بره ابزار موسیقی بیاره و از اون را استفاده بکنه. و همین خاطر مجاز که همینطور مثلا این چکلی دست به دست بزنه به خاطر که بچه کوچیک و نوزاد رو ساکت بکنه، و اگه میخواد حالت آهنگین بزنه به صورت روش غیر معمول، مثلا دست رو پشت دست میزنه یا دو انگشتی دست میزنه به اون شکل، اون شکلی دیگه چون تغییر داده این یاداوری که امروز شباته مثل روز ایام هفته نمیشه هر کاری رو انجام داد.
و به اون شکل مجازه. حالت بشکن زدن که کسی که بشکن میزنه و اینجوری صدا ایجاد میکنه، اگه این حالت به خاطر که مثلا میخواد با بچه بازی بکنه، سرگرمش بکنه، اگه این حالت معمولی زدن هست ایسوری نیست، اما اگه حالت باز آهنگین هست و شبیه موسیقی میشه، اون شکلی کار درست و صحیح نیست. کسانی که مثلا رفیقشون رو صدا میزنن، روبن بعد مثلا سوت میزنه که متوجه بشه، اینجا چون از ابزاری استفاده نکرده، از همون دهانش هست، ایسوری از جنبه تولید صدا نیست، چون که این گونه فقط با دهانش انجام داده و گزرا نکرده در مورد. با این حال کسی که سخت میگیره در مورد تا با حالا براخا عشان که حالت سوت زدن تو جمع و تو ملعه آم شایسته کسی که اهل تورا اینا هم هست چندان مناسب حساب نمیشه. این که میگیم آسوره که آهنگ بزنه با هر نوع وسیله موسیقی هست، حتی با آلت با زنگوله، دایره زنگی که فقط با تکون دادنش خودش تولید صدا میکنه، ممنوعیت داره و نمیشه اینا رو حتی وقتی که شادی هست، شادی آتان کلا، شب عروسیه، شبوت میلاس استفاده کرد. و با وجودی که رما موران میفرماد که امروزه چون ما وارد نیستیم در تعمیر و درست کردن ابزار موسیقی جای سبکگیری داره، این فقط در حد همون آلت دست زدن هست یا رقصیدن هست که حالا جزئیاتش رو بعدن بیشتر میگیم، اما اینکه با وسیله‌ای آهنگ و موسیقی بزنه به هر شکلی در روز شبات ممنوعیت و ایسور داره. جای سختگیری وجود داره که به فرد غیر یهودی هم نگه که بیاد آهنگ و موسیقی بزنه در روز شبات، حتی وقتی که شادی میسواست، گفتی مثل شبات عروسیه، شبات میلاس و اینا، کار درستی نیست که غیر یهودی رو دعوت بکنه که بیاد براش آهنگ بزنه، حتی با ابزار و وسایل موسیقی که با برق کار نمی کنن. بعضی ها استثنا میگیرن بحث شادی عروس و داماد رو، بنابراین آسوره که بگه به غیر یهودی که آهنگ بزنه در مثلا سیماتورا، که خود روز سیماتورا که یومتو از خانهش مثل شباته، و به وسیله ایسرائیل که حتی گفتیم دایل زنگی تکون دادن یا زنگولهی رو تکون دادن به اون شکل که ابزار خیلی ساده است، تخصص خاصی هم نمیخواد، ممنوعیت و ایسور داره. پابرجاس برای ما که شبود ایشود بیمو میسوا موتاد، شبود کاریست که از ربانان ممنوعیت داره. حالا اگر دوتا جنبه ممنوعیت ربانان با هم دیگه تلاقی میکنه و در جای میسواست، جای سبکگیری داره، یعنی حتی در جایی که میسوا هست که اونجا وجود داره لذت جسمانی، مثلا که بگه به فرد غیر یهودی در روز شبات که بیاره برای اون نون برای سعودای شبات، از تو که ماراشون آروخ در این مورد در مواد دیگه پسا داده که مجازه که بگه به غیر یهودی در روز شبات که آهنگ بزنه برای شادی آتان کلا، به خاطر که این موضوع شبود دیشود میشه در جای میسوا. خود گفتن به غیر یهودی ایسورش از ربانانه که کار انجام بده، خود آهنگ و موسیقی زدن باز ایسور ربانان داره، در جای کارا میسوای شاد کردن آتان کلاس جای سبکگیری داره. و توی چنین موردی ما به نظر ماران شنارو تکیه میکنیم و گفتیم حالا اگر سبک گرفت و به گوی گفت کار ایسول انجام نداده.
این بحث ادامه داره که ازش فرصت بعدی خدمتتون میگم.